در واقع پیش هسته ای هم میگن. ببین پرو یعنی ابتدایی، کاریو یعنی هسته، کاریو یعنی هسته، یو کاریو، یو بچه یعنی حقیقی، یعنی هسته داران حقیقی، یو کاریو. پس کاریو یاد بگیر، پرو یعنی اونایی که پیش هسته ای هم بهشون میگن. یعنی چی؟ بچه ها اینها فاقد هسته هستن، چیزی به نام هسته ندارن. نه تنها هسته ندارن، فاقد اندامکن، چیزی به نام در واقع گلژی و شبکه اندوپلاسمی و واکوئول و چه میدونم پلاست و میتوکندری اینا ندارن. تنها چیزی که میتونم بگم دارن ریبوزومو دارن، ریبوزومو دارن چون پروتئین سازی میکنن. این داشته باش، اینو فقط داشته باش، یه چارت کلی من میخوام ازت بپرسم، شما فقط بدون ذهنتو شلوغ نمیکنم، خیلی راحت میخوام بهت بگم ان شاء الله. نکات تستی اشاره تو شیراز است. پیش هسته ای بهشون میگیم پروکاریوتا، هسته ندارن، به طور کلی فاقد اندامکن. فقط گفتم ریبوزوم دارن، همین میخوام بهم جواب بدی، همین برای من بسته. در مورد یوکاریوت ها که میدانیم اندامک های مختلفی دارن، از جمله هسته هم دارن گل دخترا، پس اینا هسته دارن. چرا اقل خانم ده بزرگی رو هسته زوم کردی؟ مگه هسته چی داره که اقل روش حساس شدی؟ امروز یه مبحث بسیار قشنگی داریم به نام، بذارین بیام تو فایل دستنویس براتون بنویسم کیفشو بکنی. خب این صفحه رو ولش کنیم، بیایم از این صفحه ببینین. دخترای گلم، عزیزای دلم، چه یوکاریوت ها، خوب به من دل بدین، چه یوکاریوت ها و چه پروکاریوت ها یه مولکول بسیار بسیار مهمی دارن به نام دی ان آ. از سال دهم به یاد دارین که دی ان آ یک مولکول زیستی هست و می دانیم که مولکول های زیستی در سال دهم با همدیگه خوندیم که انشاءالله من بهتون توصیه می کنم عزیزای دلم، به امید خدا شما همه هم و قمتون رو بذارین یازدهم رو بخونین. انشاءالله یه فرصتی که آوردین بعد از امتحان خورداد ما اول کار، و انشاءالله می دونم که رسم هر ساله جناب استاد هم این بوده که حالا دهم رو هم استارت میزنن در ایام تابستان، ولی اگر بتونید کوچولو کوچولو یه چیزایی رو هم بخونید، یعنی اگر وقت میکنید در ایام ای وقت بذارین کنار 11 بخون، اگه نه انشالله 11 رو خوب ببن تمام که کرده شروع کن به دهم خونه. من اشاره میکنم از سال دهم مولکولای زیستی رو داشتیم، لیپیدها، کربوهیدراتها، اسیدهای نوکلئیک برای یاداوری عرض میکنم و پروتئین ها. دخترای گل من، اسید های نوکلئیک دو دسته بودن، دی ان آ و آر ان آ، اینها مولکول های زیستی بودن. انشاءالله یادتون باشه، یادتونم نبود من بهتون میگم. دخترای گلم، دی ان آ از یه سری مونومر تشکیل شدن. یادتون میاد توی مبحث جذب که پارسال صحبت می کردیم، می گفتیم پروتئین ها از واگن های تشکیل شدن یا مونومر های تشکیل شدن، بهشون می گفتیم اسید های آمینه. یادتون میاد؟ من سعی می کنم خیلی راحت بگم که اذیت نشید. می گفتیم اسید های آمینه واگن هایی هستن که میان کنار هم قرار می گیرن الی آخر، و نهایتاً از کنار هم قرار گرفتن اینها پروتئین ها ایجاد می شدن. در مورد دی ان آ هم ایشون اگر به عنوان یک قطار یا به عنوان، عزیزای دلم، یک درشت مولکول دی ان آ رو در نظر بگیریم، از یه سری مونومرها یا بهتر بگم واگن هایی درست شده. دخترای گلم، به مونومر سازنده اسیدهای نوکلئیک میگن نوکلئوتید. چی میگن؟ تلفظش کنین، نوکلئوتید. حالا شاید بعضیا با انگلیسی راحت ترن، بنویسم یه جای دیدی بدونن چقدر شما باسوادی. نوکلئوتاید میخونن، نوکلئوتید خودمون فارسی هیچی نیست، من در همین حد خیلی واردش نمیشم، سال دیگه انشالله مفصل میخونیم. نشونت بدم چجوری؟ نوکلئوتیدام دقیقا مثل آمینو اسید ها، آمینو اسید مونومر پروتئینه،
نوکلئوتید هم اینجوری میان کنار هم قرار میگیرن، منتها در دی ان ا به صورت دورشته ای هست، در آر ان ا تک رشته تشکیل میدن الی آخر. حالا این مربوط میشه به شکل آر ان ا چون تک رشته ایه. پس آر ان ا مولکوله، این می نویسم که داشته باشیش، مولکول نوکلئیک اسید تک رشته ایست، اما دی ان ا مولکول نوکلئیک اسید دورشته ای. خانم ده بزرگی بهتر بگو، دورشته رو ما یه خورده هضمش نمی کنیم. تا اینجا متوجه شدیم؟ به من یه بازخوردی بگیرم. تا اینجا متوجه شدیم دی ان ا یه مولکول زیستیه، بهتر بگیم درشت مولکول، از چی تشکیل شده؟ مونومر. مونومرش چیه؟ نوکلئوتید. اوکی؟ کسی هست تا اینجا نگرفته باشه؟ چت خصوصی منم اسم نمیخونم. دخترای گلم اگر مشکل داری همینجا تعارف نکن، چون من هر جلسه میپرسم، چون من هر جلسه میپرسم میخوام خوب خوب یادش بگیری. فقط خواهش میکنم، چون دوستتون دارم، خواهش میکنم بعد از کلاس میدونم تا دو درگیری توقع ندارم، تا شب 5 دقیقه 10 دقیقه همین چیزایی که من امروز گفتم و بخون. اگر تستشو بزنی که نورون علا نور، اگرم نزنی خواهش میکنم کتاب ماجراهای منو درسامه کتاب کار زیست بگیرین، انتشارات خیلی سبز داره، گلواژه داره. من سعی میکنم امتحانات پایان ترمم از همینا استفاده کنم که دیگه از حالا کار کرده. خب بریم، یکی از عزیزان میگن یه دور دیگه میگین این قسمتو. ببینین دختر گل من، گفتم که مولکول دی ان ا یه درشت مولکوله مثل پروتئین، از یه سری مونومر یا سازنده های تشکیل شده. اصطلاحا بهشون میگن، به خاطری که در واقع بهتر بفهمیم، وقتی میگم واگن یعنی درشت مولکول رو تشبیه میکنم به یک قطاری که واگن هایی داره و از کنار هم قرار گرفتن این واگن ها یک درشت مولکولی مثل دی ان ا آر ان ا ایجاد میشه. گفتم مونومر دی ان ا رو بهش میگن نوکلئوتید. حالا ان شاء الله تصاویر خوب میارم قشنگ میفهمید. نگاه دست من کنید، در مورد دی ان ا، ببینین کل دخترای من، در مورد دی ان ا که یک اسید نوکلئیکه، شما اغلب با چنین شکلی توی کتابا برخورد میکنید، یه مولکول پیچ خورده درشته ای. دقیقا همینه بچه ها، این خیلی شکل ساده، یعنی دارین میبینید پیچ پیچه، دو تا رشته داره. خوب به من دقت کنید، من توی، از حالا عادت کنید، وقتی میخوام بکشم دو تا مولکول دی ان ا را، این دیگه پیچ پیچی نمیکشم، معمولا به صورت دورشتش از هم چجوریه راحت تر دو تا رشتش از هم باز شده میبینم. ببینین این مولکول دی ان ا، اینم همون دی ان ا من، اومدم دورشتش و پیچ و تابش از هم باز کردم، این مولکول دی ان ا دورشته ای. حالا دختر گلم هر رشتش، یعنی اگه من اینو بیام بازش کنم، اومده نوکلئوتیدها کنار هم قرار گرفتن. نوکلئوتیدها چی هن؟ کنار هم قرار گرفتن الی آخر. این یه رشته، اونم یه رشته، ساختارش خیلی قشنگه. بهتر بگم این دوتا رشته توسط یه سری پیوندای هیدروژنی مقابل هم نگه داشته شدن، چون این شکلی من بازترش کشیدم که ببینیم. پس مولکول دی ان ا یه مولکولی هستش که دوتا رشته داره، انگار دوتا تناب. نگاه دست من کنی، اینو بگم دیگه باقیش حله، و انشالله شکلای خوبم فردا، هفته دیگه، دیگه فردا که با هم کلاس داریم میارم ببینیم. ببینیم اگر این دوتا انگشت منو در نظر بگیریم، یه مولکول دی ان آی درشته ای که پیچ و تاب میخوره، این دوتا مثل دوتا، نمیدونم نردبان رو دیدین تا حالا، حالا قبلا قدیما بیشتر بود، نردبانای بود چوبی بود، دقیقا مثل شکلی که کشیدن توسط یه پایه هایی به هم متصل شده بود. خب دقیقا دی ان آ هم چنین شکلی داره. یعنی چی؟ نگاه دست من کنید و دخترا، یعنی این دوتا مولکول، البته پیچ و تاب داره ها، این دوتا رشته اینجوری کنار هم قرار، یک سری در واقع پله هایی داره، دقیقا تو پایه 12 میخونه، دوتا رشته توسط پله هایی به هم ارتباط داره که این پله ها بچه ها
پیوندهای هیدروژنی هستن. بیاین توی کتاب ببینم شکل خوبی. آها بیاین اینجا، بیاین اینجا نگاه کن گل دختر، نگاه عزیز من، این مولکول دی ان آ، نگاه دست من کن، این یه رشته، من با آبی میکشم، این یه رشته که گفتم هر رشته هم از کنار هم قرار گرفتن نوکلئوتیدها ایجاد شد. این هم رشته موقع، ببین دختر گلم چه قشنگ پیچ خورده. این هم چیزایی که بهتون گفتم، ببین با رنگ بنفش میکشم، این هم همون در واقع پیوندهای هیدروژنی که ایجاد میشه. البته پیوندهای هیدروژنی بین بازهای عالی ایجاد میشه. بینه یه چیزی هست که حالا میخوام بگم، میترسم سنگین بشه مطلب، فقط یه اشاره میکنم، فقط یه اشاره کوچولو میکنم، اگر دیدین بفهم. نگاه دست من کنید بچه ها، چون میدونم جناب استاد اینجا رو احتمالا نکات بیشتر هم میگن، من یکم مختصرتر و راحتتر میگم که راحت هضمش کنید. بچه ها این نوکلئوتیدی که بهتون گفتم مونومر هست، خودش یه سری اجزا داره. قند داره، یه قند پنج کربونه داره، گروه فسفات یا فسفات ها داره، و یک مولکولی داره که بهش میگیم باز عالی. نمیخوام بدونی، فقط اشاره کردم اگه دیدی بدونی. باز عالی هم نمیدونم تا حالا واژه تیمین، گوانین، سیتوزین و آدنین، این بهشون به این چهارتا تو دی ان آ هستن. فقط تیمین توی در واقع دی ان آ هست، تو آرنا نیست. نمیخوام بدونی، توقع ندارم، فقط برای بیشتر بدانید. این یه شکل شماتیک میکشم که بدونی وقتی ما میگیم نوکلئوتید یعنی چی. نگاه دست من کنید بچه ها، قند پنج کربونه رو، قند پنج کربونه رو اینجوری میکشن. این قنده میاد یه دستی داره، من به بچه ها میگم دستشو میذاره، من باز عالی رو به این شکل نشون میدم، یه مولکوله، اینم باز عالی. یه دست دیگه یه قند هم میده، میتونه یه گروه فسفات باشه، میتواند سپتا فسفات باشه. این ساختار شماتیک در واقع نوکلئوتید، یه ساختار بسیار بسیار ساده ای من کشیدم در همین حدم، تا همین هم نمیپرسم، من در حد کتاب انشالله ترم دوم از شما میخوام. نوکلئوتید، حالا این نوکلئوتیدها میان کنار هم قرار میگیرن. اگر این یک نوکلئوتید توی یه رشته باشه گل دختر، رشته مقابلم همینه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه قند داشته باشه، البته به صورت معکوس قرار میگیره. من یه جوری نمیگم، هرچی بگم میترسم، میترسم اذیت بشین، دوست دارم این قسمت رو ساده و راحت بگم که خوب یادش بگیرین. اینم باز عالی، اینم گروه فسفات. وقتی که نوکلئوتیدها میخوان مقابل هم در ساختار دی ان آ قرار بگیرن، تک فسفات هستن. اینجا میان پیوند هیدروژنی برقرار میکنن. حالا فکر کن یک رشته میلیون ها از این نوکلئوتید ها باشه، میلیون ها از این نوکلئوتید ها که بین بازهای عالیشون پیوند هیدروژنی برقرار میشه. حل تا اینجا من مختصر، بسیار مختصر عرض کردم که فقط داستان این دوتا رشته رو بدونید و اینکه خطوط بینش چیه. حله؟ همه اوکی؟ همه فهمیدن؟ کسی هست نفهمیده باشه؟ خب پله پله میریم جلو، پله پله میریم جلو. تا اینجا رو داشته باش، ببین چقدر راحته عزیزای دلم، قشنگای من. در هسته یوکاریوت ها، در هسته یوکاریوت ها مولکول دی ان آی وجود داره که خیلی در سرنوشت در واقع یاخته هایی که از اون سلول میخوان به وجود بیان خب خیلی تأثیر داره. حالا میگم چرا، جلوتر هی میریم و میفهمیم که بابا همه اتفاقاتی که قرار در آینده بیفته همش زیر سر دی ان آی، تقسیم میخواد اتفاق بیفته زیر سر دی ان آی. مایی که ایجاد میشیم شبیه مامان میشیم یا بابا میشیم، یا در واقع میگن که شبیه هر دو نفر شدیم زیر سر دی ان آ. پله پله میرم که میگم اصلا چه چیزی در دی ان آ وجوده. فقط شما امروز یاد بگید دو تا رشته داره توسط پیوندهای هیدروژنی به هم متصل شده. حالا بچه ها
حجم دی ان آی که درون سلول های درون هسته سلول های یوکاریوتی وجود داره خیلی زیاده. یعنی اگر بخوای مولکول دی ان آ رو بازش کنیم، حالا میگم باز کردن یعنی چی، میتونه واقعا بچه ها فضایی به اندازه یه اتاق اینه در واقع پر کنه. به همین دلیل مولکول های دی ان آ وقتی میخوان داخل هسته قرار بگیرن باید جمع و جورشون کنیم، باید یه نمه فشردهشون کنیم که بتونن در فضای هسته به اون کوچکی جای بگیرن. چون مولکول های دی ان آ، من در مورد خود انسان صحبت میکنم تا برسیم به جاندارای دیگه، مولکول های دی ان آ تعدادشون زیاده، حجم زیادی رو میگیرن، اگه بخوان به صورت همین درشته قرار بگیرن نمیشه، فضا زیاد میبره. پس ما باید ببخشید واژه بچپانیم و میگم ما بچپونیمش تو هسته. چجوری بچپونیمش؟ باید فشردهش کنیم. خوب به حرف من گوش کنیم. در شکل واژه‌ای میبینین به نام هیستون. داریم میبینیم، میگه خانم ده بزرگی، داریم میبینیم که این مولکول دی ان آ انگاری پیچ خورده، انگاری پیچ خورده دور اینها، انگاری پیچ خورده و بعد هر کدوم از اینها تو مرحله بعد انگار دوباره دور همدیگه پیچ خوردن. هی این پیچ ها بیشتر میشه، هی به همدیگه در واقع نزدیکتر میشن، هی فشرده تر میشن. اول من راجع هیستون صحبت میکنم تا برسم به ساختار پیچیده تری از مولکول دی ان آ. ببینید عزیزای دل من، هیستون در واقع یک مولکول پروتئینیه. بیام راجع هیستون صحبت کنم تا برسم به ساختارهای بعدی. ببینین عزیزای من، اولا هیستون مولکول پروتئینی است، یه مولکول پروتئینی. نکته دوم، این مولکول پروتئینی بچه‌ها از چند در واقع چند تا بهتر بگم چند تا زیر واحد تشکیل شده. حالا انشاءالله بزرگتر شدین میخونین، یعنی فکر نکنین یه عدده، در واقع بهش میگیم برای که بهتر بدونین H1 داره، H2 دوتا داره، حالا اسمای مختلف که انشاءالله بزرگتر شدین میخونین. پس بدونین مولکول هیستون فقط در واقع یه دونه نیست، از چند تا زیر واحد دیگه هم تشکیل شده. چند تا مولکول هیستون داریم ما؟ خلاصه چند تا زیر واحد در واقع پروتئینی هستن که کنار هم دیگه قرار گرفته. تو شکل هم دارین میبینین، نگاه کنین اینا. ببینین الان تو شکل کتاب شما در واقع دارین 8 تا میبینین، 8 تا مولکول هیستون رو دارین کنار هم دیگه قرار گرفتن و به طور کلی کتاب واژه هیستون بهشون اطلاق کرده. نکته مهم این هستش که بچه‌ها هیستون فقط در یوکاریوت ها وجود داره. نکته بسیار بسیار مهمی که از تفاوت های مهم یوکاریوت ها و پروکاریوت ها همین مولکول های هیستون هستن. نکته مهمی که حائز اهمیت هست این که مولکول های دی ان آ برای این که جمع و جور بشن میان دور این مولکول های هیستون پیچ میخورن، نگاه کنید پیچ و تاب میخورن. خلاصه ببینید کتاب از این مرحله یکی گرفته، اینو مرحله دو. این حالت، در این حالت که دور هیستونا هستن بچه ها، دوباره این حالت هیستون دارن پیچ میخوره، دور خودش هی جمع‌تر میشه. میرسیم به حالت سوم. ببین کتاب واژه افزایش فشار اینا رو زیر نویسا رو میدن. در حالت دوم دی ان آ به دور هیستون ها میپیچه، در حالت سه فشردگی داره افزایش پیدا میکنه، در حالت چهار هی به هم نزدیک میشن. نمیدونم تا حالا سیمهایی رو دیدین، فنرهایی رو دیدین، تا حالا تو اسباب بازی بچه ها خیلی هست، از عروسکشون میشکنه، نمیدونم ماشینشون میشکنه، فنرهای کوچکی هستند، در واقع دیدین که میپره بیرون از ماشین. حالا تقریبا این شکلی هم براتون بکشن اینجوری ها. تقریبا نمیدونم تا حالا توی اسباب پدرتون وسایل الکتریکی بگه همچین شکلی دارن. حالا اگر ما بیایم این پیچه رو از دو طرف بکشیم، خب دیدیم که باز میشه. حالا اگر به هم فشردهش کنیم به هم دیگه نزدیکتر میشه. هیستون باعث میشود که این مولکول دی ان آ اگر این حالت باشه هی پیچیده تر، هی دور هم میپیچن، هی دور هم میپیچن، هی فشرده میشن، فشرده میشن، فشرده میشن. میرسیم به حالتی که اصطلاحاً کتاب واژه کروموزوم رو اطلاق میکنه. میرسیم این شکل رو
اگر شما دیدین، من نمیگم حالا چطوری به این شکل رسیدین، فقط بدونین هنوز شما نمیدونی کروموزوم چیه، فقط یاد بگیر مولکول دی ان آی که دور هیستون میپیچه 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 میپیچه، فشارده ترین به حالت فشارده‌ای که میرسه میگیم کروموزوم. خب تا اینجا ببین چقدر راحت بود، اصلا هیچ چیز ابهام آمیزی نی. حالا من هیچ سعی میکنم راحت ترم بگم. ببین دختر گلم، یه واژه‌ای داریم به نام فامتن، یه واژه‌ای داریم به نام فامینه. این بود که زهرا جان فرمودن من یکم تو واژه‌ها مشکل دارم، همین رو یاد میکنم داره. خب نگاه کنید، کتاب اشتباه بعدش این بوده که این بچه ها واژه‌ای بدی گذاشته، بچه ها رو الکی گیر انداخته. یه واژه‌ای داریم به نام کروموزوم، یه واژه‌ای داریم به نام کروماتین، هر دوتاش هم یکیه ها. کلی بهت بگم بابا جون، همین دی ان آی که دور هیستون پیچیده ها، یعنی هیستون هم که گفتیم پروتئینه. خب این دی ان آی به اضافه این دی ان آی به اضافه پروتئین هیستون، خب ساختار کلی اینه. حالا یه زمانی ما بهش میگیم کروماتین، یه زمانی به این ساختار میگیم کروموزوم، تموم شد. یعنی ساختار مهمه که دانش آموز عزیز من بدونه، چه کروماتین چه کروموزوم بدونه، که در ساختارش مولکول دی ان آی درشته ای وجود داریم به اضافه پروتئین هیستون. حالا این پیچ و تابا فرق میکنه، تو کروماتین میزان این پیچ و تاب و فشردگی کمتره. مثلا اگه من به شکل یک فنر در نظر بگیرم، فرض کنید اینجوریه، بازتره. من خیلی خیلی شماتیک بچه ها کشیدم، واقعیت هم به این راحتی هم کروموزوم اینجوری تره، اینجوری ها شکلشون میزان فشردگیشون فرق میکنه. حالا کروموزوم رو تو کتاب میگه فامتن، به کروماتین میگن چی زهرا؟ فامینه. اصلا من با اینا کار نمی کنم، حال شما مجبورین برای کنکور، شما مجبورین، ولی من مجبور نیستم. خلاص این تو کنکور میدن، یعنی مثلا معادلشو نمیشن، همین تو هست دیگه تو کتاب شما. حالا خدا رو شکر برداشتن، بریم خدا رو شکر بکنید برای متافاز، یه واژه عجق وجقی بود سالوی پیش، این بس دست زبون بچه ها اصلا کپ میکردن. حالا ورش داشته ببینم الهی شکر برش داشته. برداشت خدا. اوه یه واژه‌ای بود، یعنی اصلا ما که خودمون نمیگفتیم، ولی بچه ها مجبور بودن بلد باشه. حالا خلاصه اصلا نگران واژه‌ای. یه سوالی، این هیستونا که الان توی این شکل نوشته 8 تا هستن، امکان داره از این 8 تا بودنش هم سوال طرح بشه؟ یعنی به طور کلی 8 تا هستن؟ اما که 8 تا نیستن، بیشتر هم هستن که کتاب شما 8 تا نشون داده. آره ممکنه، آره همچین چیزی هست. آره مرسی، خواهش میکنم. خب دخترای گلم، در حد کتاب آره بدونی که شکلش خب داره نشون داده دیگه، 8 تا داری میبینین تستانا، حدسات 8 تا مولکول پروتئینی. دختر گل من، پس فامتن و فامینه رو یاد گرفتی، بیا متن کتاب ببین چقدر راحته. فامتن از دی ان آ و پروتئین تشکیل شده، میدونیم به شکل یک توجه کنی. خیلی کتاب به اومده از ابتدا راجع تقسیم صحبت کرده. ببینی من به شما عرض کردم که تفاوت فامتن و فامینه در فشردگیه. دختر گل من، وقتی که ما وارد مرحله تقسیم میخواییم بشیم، خوب گوش بدین، اینو گوش بدین، نوشتنش خیلی توفیق نداره، به من که گوش بدین راحت میفهم. وقتی که سلولی میخواد تقسیم بشه، یعنی یه دونه سلول میخواد بشه دو تا سلول، یه دونه سلول میخواد بشه چند تا؟ دو تا سلول، میخواد وارد پروسه تقسیم بشه. عزیزای دلم، این در واقع دی ان آ به اضافه پروتئین هیستون که میدونیم فشرده شده، باید فشرده بشه به در واقع بیشترین حالت فشردگی قرار بگیره تا وارد چی بشه؟ و در واقع ما تو پروسه تقسیم قرار بگیریم که کتاب اومده ابتدای کار اینو بیان کرد. پس سلولی که در حالت تقسیم نیست، یعنی نمیخواد تقسیم بشه، خوش و خرم نشسته، فعلا قصد تقسیم شدن نداره، اینو از من بپذیرین، انشالله جلوتر بهتر متوجه میشین که چه اتفاقی میخواد بیفته. پس سلولی که خوش و خرم نشسته، نمیخواد تقسیم بشه، فعلا نیازی به تقسیم نداریم، نمیخواد یکیشو بکنه دوتا،
عزیزای دل من، فشردگی فام تنهای هسته کمتر هست و اصطلاحاً به صورت توده ای از رشته های در هم هست که بهش میگیم فامینه. نگاه دست من کنید، بخوام یه شماتیک از فامینه بکشم اینجوری ها. فقط یه چیزی بگم، اگر به واژه کروموزوم دقت کنید، انسان 46 تا کروموزوم داره. خب این رو بپذیرین، حالا چجوریه و چگونه، حالا جلوتر میگیم. همون دی ان آ به اضافه پروتئین، خب در انسان اون دی ان آی که به صورت، ببین اینجوری بودا، دورشته ای بودا، خب اینجوری دورشته ای بود، حالا در انسان وقتی که پیچ خورده میشن، در واقع کروموزوم میشن، در انسان 46 تا از اینا یافت میشه. یعنی چی؟ بیا تو شکل کتاب نشونت بدم. یعنی اگر این رو به عنوان نمادی از کروموزوم در نظر بگیرم، در انسان 46 تا داریم. حالا اینا فقط بپذیرا، همه شدم چین برات باز کنم که کیف کنیم. عزیز من وقتی میگه به صورت رشته های در هم، یعنی اینجوری ها. یعنی شما اگه زیر میکروسکوپ بذاری نگاه کنی، واقعا اینجور چیزی میبینی. یعنی اینجوری 46 تا رو اینجوری میبینی، در 46 تا دقیقا به این صورت میبینی. یه سری رشته های در هم بر هم، سرش کجان تهش کجان. اما وقتی که سلول میخواد تقسیم بشه، نگاه کنید بچه ها، چون این شکلی رو شما میبینید، قشنگ کروموزومات تمیز مرتب شما تشخیص میدی کی کروموزوم یکیه کی کروموزوم دوه. اصلا حالا بعد یک و دو اینها رو خدمتتون عرض میکنم. به هر حال اینجوری، این یه شکل مرتب شده کروموزوم های انسان هست. اما وقتی که در مرحله تقسیم، در مرحله چیه؟ یعنی شما تو همچنین شکل در مرحله تقسیم میبینید، اما وقتی نمیخواد تقسیم بشه، راحت، رها، آزاد. بچه ها فشردگی رو داره ها، هیستون رو داره ها، پیچ و تابه رو داره ها، ولی پیچ و تابه خیلی زیاد نیست. عرض کردم مثلا به این حالت بازم بازتر، ولی وقتی میخواد ساختار فام تن یا کروموزوم رو تشکیل بده، فشردگیش رو بیشتر میکنه. ای تا اینجا. فامینه هم بچه ها، این گفتم که فام تن و فامینه این همه، یعنی دوتا رشته مولکول دی ان آ رو دارن به اضافه پروتئین. حالا یه تعریف دیگه میخوام اضافه کنم به تعریفامون. واژه‌ای داریم به نام هسته تن یا نوکلئوزوم. نوکلئوزوم هیچی چیه؟ هیچی نیست، خیلی راحته. ببینین دختر گلم، میگه هر رشته فامینه دارای واحدهای تکراری به نام هسته تن یا نوکلئوزوم است. ببینین اگر دقت بکنید به این شکل، من پاکش کنم، ببینید من در واقع مثال هایی که کتاب هایی دیگه میزنن، تسبیح رو مثال تسبیح رو در نظر میگیرن. دیدین تسبیح در واقع دست میگیرن باهاش ذکر میگن، شما یه نخی رو وسط میبینین، دورش یه دانه هایی رو میبینین. عزیزای من اون دانه ای که دورش مولکول دی ان آ پیچیده بهش میگن هسته تن یا نوکلئوزوم. چه تعریف راحتی. یعنی این وسط هم که مولکول دی ان آ هست. پس میگه در هر هسته تن مولکول دی ان آ حدود 2 دور در اطراف 8 مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است. پس واژه دیگه‌ای که اضافه کنیم، اینو میذارم در واقع داشته باشین، اینو میذارمش داشته باشین تو فایل پی دی اف. پس مثالی از ساختار، اینو می نویسم، مثالی از ساختار کروماتین یا فامینه. پس من اگر ازتون پرسیدم آیا، اینجا می نویسم، آیا از لحاظ مولکول ها، آیا از لحاظ مولکول ها کروماتین و کروموزوم با هم فرق دارن؟ زهرا با هم فرق دارن؟ نه، از لحاظ فشردگیشون متفاوتن. باریکلا، خیر. پس از بهتر بگم، تو کتاب نگفته، بین خودمونه بهتر بگیم. از لحاظ شیمیایی خیر، دی ان آ دارن، دی ان آ رو که هممون میشناسیم، گفتم یه مولکول دورشته ای هست، مولکول زیستیه. پروتئین هم که همتون میدونید، اینجا منظورم پروتئین هیستونه، دوتاشون اینو دارن. از لحاظ ویژگی های فیزیکی، چیزی که این دوتا با هم فرق دارن دختر گل من، از لحاظ فشردگیه و الا همینه.
تو کتابا هم تو کتابای تست اصلا بیکاری نکرده که بیاد هی کروماتین کروموزوم بگه، اغلب همه رو به نام کروموزوم به کار برده، چون خیلی تو این مورد مهم نیست. فقط دانش آموز حالا وارد در واقع چرخه یافته‌ای که شدن میفهمی که کروماتین به چه دردی میخوره. نکته، ماده وراثتی هسته، منظور همین دی ان آ به اضافه هیستونا، ماده وراثتی هسته که به طور کلی دی ان آ رو در نظر میگیرن، ولی چون با هیستون وجود داره من با هم دیگه براتون میگم، در تمام مراحل زندگی به صورت فامینه است به جز در مرحله تقسیم. پیش از تقسیم یاخته رشته های فامینه دو برابر و در حین تقسیم یاخته فشرده می شوند. اینجا رو یه خورده سخته، یه کوچولو باید به هم دقت کنید. پس من اول بپرسم، بیام چیزای داده هایی رو که به شما دادم بپرسم، اول زهرا و بعدم بقیه بچه ها. اینو بگم چون الان میخوام وارد یه مبحثی بشم که باید اینو خوب یاد گرفته باشین. زهرا آماده ای؟ بله. زهرا به من بگو هسته تن یا نوکلئوزوم چیه؟ من بنویسم. خب میشه گفت هسته تن یا نوکلئوزوم یه مجموعه هست، مجموعه از مولکول دی ان آ، یعنی دو تا مولکول دی ان آ که حدود دو دور در اطراف یک مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده شده. باریکالله. پس مولکول دی ان آ حدود دو دور و نیم به اضافه 8 تا مولکول پروتئینی هیستون، به این میگن چی؟ هسته تن. تمام شد. دیدین چقدر راحته؟ یه واژن. پس ای من تو امتحان به شما گفتم هسته تن یا نوکلئوزوم چی؟ میگه خانم ده بزرگی، مولکول دی ان آی که دور هیستون پیچیده، دو دور و نیم پیچیده، به این میگن چی؟ هسته تن یا نوکلئوزوم. اینا شنا. یه بار دیگه تو شکل نگاه کنید. یه نگاه دست من کن، نگاه دست من کن. یه بار دیگه بکشم قشنگ ببینید. اولیه مولکول دی ان آ بود. دومیه وقتی که دی ان آ به دور هیستون پیچیده، من میزنم، شما هم عین من تو کتابت بزن، این مولکول دی ان آ دورشته ایه. حالا اینی که دور هیستون پیچیده، اینا نگاه کن، این قسمت رو بهش میگم نوکلئوزوم. هی تکرار کن، نوکلئوزوم یا هسته تن. هسته تن. پس هیستون به اضافه مولکول دی ان آ رو بهش میگیم هسته تن یا نوکلئوزوم. پس دختر گل من امروز با چند تا واژه آشنا شد: هسته تن، کروماتین، کروموزوم و هیستون. هسته هم که از قبل بلد بودیم. زهرا جان کروماتین چیه؟ کروماتین هم از دی ان آ پروتئین هیستون تشکیل شده که فشردگیش به نسبت کروموزوم کمتر. باریکلا. دارای فشردگی کمتر. کروموزوم هم همینه، من ایزن میزنم دیگه وقتتون نره، یعنی مولکول دی ان آ دارشته ای به اضافه هیستون ها دارای فشردگی بیشتر. هیستون چیه؟ هیستون هم یه مولکول پروتئینیه. مولکول پروتئینی. هسته چیه؟ هسته اندامک درونی یوکاریوتی. شما میخوای فردا معلم بشی، میخوای بری متوسطه اول درس بدی، هسته چیه؟ یه اندامک. کجا هست؟ درون یاخته های یوکاریوتی هست، تو پروکاریوت نداری. حله؟ کسی هست تا اینجا راجع کروماتین بپرسین؟ بچه اینجا دیگه رو درواسی نکنی، ژنتیکه. الان باید خوب یاد بگیری که من خیلی دارم سعی میکنم راحت و روان بگم. کسی هست تا اینجا متوجه نشده باشه؟ ببخشید خانم ده بزرگ، میشه لحظه شکل رو بیاریم؟ بیاریم بفرمایید. اینجا که نوشتین واسه شکل دوش پیچیدن دی ان آ، اون دی ان آ دورشته ای که نوشتین، یعنی الان دو تا رشته از چسبیدن به هم دیگه؟ خیلی آفرین، اینجا رو خوب نشون نداده. ها باریکلا، باید درشته رو به هم دیگه، چون بینشون پیوند هیدروژنیه، نگاه ایجوریه، واقعا این شکله، نگاه این شکل واقعی. حالا ان شاء الله برای ده هفته دیگه براتون انیمیشن های خوشگل سعی میکنم بیارم که قشنگ بگه ایجوریه، ولی تو شکل کتاب شما فکر میکنی یه رشته، نه، مولکول دی ان آ دورشته ای میپیچه. ببین میگه مولکول دی ان آ، جلوش هم اینجا علامت همه بزنن، ما میدونیم که مولکول دی ان آ دورشته ایه.
تک رشته ای که نیست. پس این دو رشتن کتاب بد کشیده، شما احساس میکنی یه رشتن، بله بد کشید. قربانت. خب همه به من گوش بدید، یه نفس عمیق بکش، چون نمیتونم عقب میفتیم. یه نفس عمیق بکشین، یه نفس عمیق بکش. چقدر ورزش ما میکنیم. خب بیاین اینجا، بیاین اینجا، میخوام یه نکته خوشگل یادتون بدم. بیاین همتون دارین یه چیزی میبینین اینجا، اینا من شکل پنج رو، شکل پنج رو نگاه کنید. یه واژه های جدیدی رو میخوام بهتون بگم. یه واژه ای دارین میبینین به نام سانترومر، و واژه ای رو دارین میبینین به نام فامتن مضاعف شده. میگه خانم ده بزرگ، ما تو خود فامتنش موندیم، فامتن مضاعف شده دیگه چه صیغه ای؟ خیلی راحته، ایشالا تستاشو که بزنی حلوای تنتنانیه، تا نخوری ندانیه، قد قشنگه. ببین دختر گل من، فامتن بپک کتاب الهی، همون کروموزومه، همون کروموزوم خودمونه، آمو کروماتین هم همون کروموزومه. کتابی دوتا رو خیلی، یعنی شما گیجب حالا بخود با کروماتین چی چی، آمو دوتاشون مثل همن، فقط فشردگیشون فرق میکنه. شما کروموزوم رو با این شکل، شکل تیپیکش ای ها ای، ببین اینا، اینا این کروموزومه، منتها داستان داره، داستان داره. یعنی چی؟ تو شکلای شماتیک من به بچه ها اینجوری نشون میدم، اینجوری کروموزوم رو نشون میدم. حالا بعضیا که بهتر نقاشیشون اینجوری هم نشون میدن، اینجوری هم نشون میدن، ولی من با دو تا خط راحتم. حالا اینا رو ول کنیم، میخوام امروز از همه این مباحث بیایم بیرون. میخوام یه نکته خوشگل یادت بدم، خیلی قشنگ و راحته. فامتن یا کروموزوم مضاعف شده رو میخوام به دختر گلم یاد بدم، و واژه سانترومر هم ربط داره به این. خوب به من گوش بدید دختر عزیز من، وقتی که یه مولکول دی ان آ دارم، خوب به هم دقت کنید، یه مولکول دی ان آ درشته ای دارم، وقتی که یه دونه سلول دارم، این یه دونه سلول میخواد بشه دو تا سلول. قبل از این که، خوب به من گوش بدین، قبل از این که تقسیم سلولی صورت بگیره، اول باید مولکول دی ان آ بچه‌ها زیاد بشه. اول باید مولکول دی ان آ مو زیاد کنم. خوب به من نگاه کن. یه فرایندی داریم انشاءالله سال دیگه میخونیم به نام همانند سازی. یعنی مولکول دی ان آ میاد این خودشو میسازه. از همه چیش صرف نظر میکنم، فقط شما یاد بگیر وقتی میخواد همانند سازی صورت بگیره ها، پروتئین های هیستون باید از مولکول دی ان آ جدا بشن توی پروسه کوتاهی. به بچه ها میگم هیستون میستون ها برن، یه مولکول دی ان آ داریم همانند سازی میکنه، اون وقت نگاهی دست من بکن عزیز دلم، از یه مولکول دی ان آ دو تا مولکول دی ان آ تولید میشه. پس قبل از اینکه تقسیم سلولی بخواد صورت بگیره، مولکول دی ان آ زیاد میشه. از یه مولکول دی ان آ شما دوتا دارید. منتها اینجا یکم فاصلهشو بیشتر کردم. حالا من نزدیکترش بکنم، میخوام در واقع یه واژه جدید یادتون بدم. ببینید این دوتا مولکول دی ان آ، این دوتا مولکول دی ان آ در یه نقطه‌ای به هم متصل هستند. در یه نقطه‌ای به هم متصل هستند. این نقطه رو بهش میگیم سانترومر. این نقطه رو بهش میگیم چی؟ سانترومر. بعد که همانند سازی تمام شد، دوباره پروتئین های هیستون میان به دی ان آ متصل میشن و دوباره همون پروسه فشردگی پیش میره. من میخواستم شما یاد بگیری که چجوری در واقع واژه کروموزوم مضاعف شده رو داریم. کتاب ببینید چقدر سنبلش کرده، فقط به دانش آموز گفته پیش از تقسیم یاخته رشته های فامینه دو برابر و در حین تقسیم یاخته فشرده می شوند. همین کتاب به شما گفته. داستان اینه که باید مولکول های دی ان آ همانند سازی کنن، در یه نقطه‌ای به نام سانترومر به هم متصل هستن و نهایتاً دوباره چی میشه؟ فشردگی زیاد میشه و نهایت فشردگی رو بچه ها ما در مرحله داریم که بهش میگیم مرحله تقسیم یاخته. همه بیاین
شکل دو رو نگاه کنین بچه ها، ساختار یک فرم تن مضاعف شده، این شکل واقعیه ها بچه ها، این شکل میکروسکوپی رو نشون داده، این توپال زرده ها شکل میکروسکوپی یک کروموزوم هست. پس ببینین یه چیزی نشون داده به نام فامینک بپک الهی، این هم سانترومه. بریم یه واژه جدیدم یادتون میدم، خدا یا هرچی میخواییم فاکتورش بگیریم نمیشه. دوباره می نویسم که اشتباه نکنیم. یه فامتن داریم، اگرچه من با اینا اصلا راحت نیستم، کروموزوم. یه فامینه داریم، کروماتین. مجبورم با اتون بگم چون قلمچی سوال میده، اگرچه من تو کنکور ندیدم اینجوری به ندیدم، شایدم دقت نکردم. و یه واژه دیگه داریم به نام فامینک، بچه اونها هست. بچه ها به فامینک میگن کروماتید. خوب به حرف من دقت کن، کروماتید. نگاه کن گل دختر عزیز دلم، شما یاد گرفتی که وقتی مولکول دی ان آ زیاد میشه، این بچه ها نگاه، من فلش میزنم، این و یک مولکول دی ان آ به اضافه پروتئینای هیستونیه، این ورم یه مولکول دی ان آ به اضافه پروتئین های هیستونیه. خب پس حواست باشه شما دو تا مولکول دی ان آ داری که توسط سانترومر به هم متصل شده. اینجا رو خوب گوش بده، تمامه، خیلی راحته. گل دختر به هر کدوم از اینا ها، به هر کدوم از اینا که من دورش قرمز میکشم، خب به هر کدوم از اینا میگن یه دونه کروماتید یا فامینک. کروماتید یا فامینک، یعنی به هر کدوم از این اصطلاحاً، حالا ایشالله بزرگتر شدی توی کتابای دانشگاهی، به هر کدوم از اینا میگن بازو، بازوی کروموزوم. الان دو تا بازوی کروموزوم شما داری میبینی و در کتاب شما واژه کروماتید هم به کار برده. میگه چی؟ پس کروماتید، کتاب یه تعریف کتاب بگم، میگه چی؟ این فامتن از دو بخش همانند به نام فامینک یا کروماتید تشکیل شده. به این فامتنها فامتنهای مضاعف شده میگن. پس فامتنی که مضاعف شد، نشونت دادم، گفتم من در شکلای شماتیک اینجوری میکشم، یعنی سانترومه رو به این شکل، به هر کدوم از اینا میگم کروماتید، به هر کدوم از اینا میگم چی؟ یک کروماتید. حالا به خاطر همین میگم خیلی بین کروموزوم و کروماتین فرق نمیذارم. اگر فشردگیش زیاد باشه بهش میگم کروموزوم، اگر فشردگیش کمتر باشه بهش میگم کروماتین. تا اینجا رو داشته باش. پس بیام تو دستنویس. فامتن که دیگه بلد شدی، فامتن یا کروموزوم شد دی ان آ به اضافه پروتئین های هیستون. هی مینویسم که بفهمی چی نیست. فامینه اونم دی ان آ، اینو بنویسن، نه هر پروتئینی، پروتئین های هیستون. البته یه سری پروتئین های غیر هیستونی هم داره که شما در حد کتاب شما بیان نکرد. اینم به اضافه پروتئین هیستون. فامینک یا کروماتین، بهتر بگیم به هر بازو، کتاب شما بازو به کار نبرد، چی به کار برده بود زهرا؟ هر بخش به کار برده، واژه بخش به کار برده، به هر بخش، به هر بخش کروموزوم مضاعف شده میگن چی؟ کروماتید. به هر بخش مضاعف شده یک کروموزوم میگن چی؟ کروماتید. پس به هر کدوم از این بازوها میگن چی؟ کروماتید. این وسطه چی بود؟ سانترومه. هسته تن کدوم بود؟ هسته تن همون مولکول دی ان آ به اضافه هیستون. این وسط چی بود؟ این دی ان آ بود. کروماتین و کروموزوم که چند بار تکرار کردن. بیاین اینجا واژه نوع ژن آورده، من فعلا کارش ندارم چون مفصل باید بهتون صحبت کنم، فقط یه چیزی بهتون میگم. فامینک خواهری، ببینین گل دخترا، این دوتا کروماتیدی که توسط سانترومر به هم وصل شدن اصطلاحاً بهشون میگن کروماتیدهای خواهری. پس چطور شد که ایتو شد؟ بیاین اینجا، بیاین اینجا، نگاه دست من کن گل دختر. این دوتا بازوی کروموزوم، اینم سانترومر، گفتم به هر کدام از اینها میگم کروماتید. کروماتید. خب گل دختر
این دوتا کروماتیدی که توسط سانترومر به هم وصل شدن بهشون میگیم کروماتیدهای خواهری. مگه خانم ده بزرگی کروماتیدهای غیر خواهری هم داریم؟ میگم بله داریم، طلبت باشه، چون الان بگه اشتباه میکنه. کروماتید غیر خواهری هم تعریف داره. پس دوتا کروماتیدی که توسط یک سانترومر، پس بگم چی؟ دو کروماتید یک کروموزوم مضاعف شده که توسط سانترومر به هم متصل شده اند را چی میگن؟ میگن کروماتیدهای خواهری. خب چطور شد؟ یه نفر میخوام جواب بو باشه. کی بیاد؟ کی بیاد؟ زهرا که پشت خط بود. کی میآذری بپرسم؟ خانم ده بزرگی ببخشید، اینجا اگر به جای کروموزوم مضاف شده گفتیم که از لحاظ شیمیاییشون با کروماتین متفاوت نیستن مثل همه، اگر که بیاد بنویسه کروماتین مضاف شده غلط میشه؟ کروماتین مضاف شده در واقع داریم، اونم داریم، چون قبل از پروسه تقسیم اونم چی میشه؟ اونم اون مضاف شده، چون باید از هم باز شدگیش کمتره وقتی وارد، به خاطر هم میگم کتاب خطا کرده، باید تقسیم رو توضیح میداد. فقط شما آره همون کروماتین داریم. نگاه کن کتاب یه سوتی عظیمی داده، نگاه کنید بیارم این شکل رو بگم چون انقدر ماشاءالله فهیم هستین که بچه ها نگاه کنید یه واژه‌ای در من یه لحظه تصویر رو بچه ها ببندم دوباره باز میکنم. خب نگاه کنید دخترای گل من، ببینید عزیزای من، یه واژه‌ای داریم به نام چرخه یاخته. واقعا خیلی قشنگه ها بچه ها، یه یاخته‌ای که میتواند تقسیم بشه، این رو حواست باشه ها. تو پرانتز میگم بچه ها، مایچه اسکلتی نمیتونه تقسیم بشه، تمام، مایچه اسکلتی نمیتونه تقسیم بشه، خیلی از نورون ها اینا نمیتونن تقسیم بشن. پس چرخه یاخته‌ای که مرحله تقسیم داره، یعنی سلولایی که میتونن وارد مرحله تقسیم بشن. خوب به حرفم گوش بده، چرخه یاخته ای رو نمیخوام بگم، فقط چیز سوالی که زهرا پرسید رو میخوام جواب بدم. زهرا پرسید، چی پرسید؟ فرمودم خانم ده بزرگی به جای کروموزوم مضاعف شده من میتوانم واژه کروماتین مضاعف شده هم به کار ببرم؟ میگم بله میتونی. چرا؟ چون بچه ها چرخه یاخته ای به طور کلی دو مرحله داره. ببین نگاه دست من کن، این یه سریشه که اسمشو نمیگم امروز اشتباه نکنی، فعلا امروز زلزله واژه ها بوده، اونا تو ذهنتون بگیره تا بعد. یه سری داریم، این قسمتو که من با رنگ بنفش نشون میدم مرحله تقسیمه، اینجا می‌نویسم مرحله غیر در واقع تقسیم، اینجا مرحله تقسیم که اسم داره. خب بچه ها این مرحله به صورت کروماتینه، این مرحله به صورت کروموزومه که البته تو مرحله انتهاییش یواش یواش از حالت کروموزوم در میاد. حالا اون چیزی که من گفتم یه دونه دی ان آ، یه مولکول دی ان آ بشه دو تا مولکول دی ان آ، گل دختر، تو این مرحله اسو صورت میگیره. بچا اس برای که تو ذهنتون بمونه از مرحله سنتز میاد، یعنی سنتز دی ان آ. عزیزای دل من، پس ببین مرحله‌ای که دی ان آ داره دوبل میشه به صورت کروماتینه. من توصیه اکید میکنم اصلا ذهنتون رو به خاطر کروماتین و کروموزوم درگیر نکنید. خب اصلا درگیر نکنید، اینقدر قشنگ ادامهشو یاد بگیرید که مطمئنم تستای این قسمت رو همتون عالی میزنید. یه چند تا سوال بپرسم، زهرا رو خطه، زهرا از شما بپرسم، از کیمیان بپرسم که خیالم راحت بشه بلد شدید. فقط کلاس تموم نشده عزیزای من، جلسه دیگه شما تا آخر صفحه 83 که میخونی میخونی، کتاب گاج داری، خیلی سبز داری، نمیدونم حتما حتما این قسمته، درسته من معلم آموزشی شما هستم، ولی باید تست بزنید تو چالش بیافتی. تستای ضریب دو رو، ضریب دو اونایی هم که رندم میان همشو میزنن، ضریب دو گاج یا خیلی سبز رو بزن. توصیه میکنم برو کتاب ماجرای من و درسامم بگیر. دارم میگم من از این انشاءالله در ترم دوم سوال خواهم داد، چون سوال خوبی داره، برای آموزشی شما رو خوب آماده میکنه. حالا بیام از زهرا چند تا سوال بپرسم. زهرا آماده؟
خب جلسه بعد از فصل 4 تا فصل 4 رو شاختونه داریم. فصل 4 در واقع خب خدا شکر زهرا الهی شکر. الان زهرا جان می‌فرمایند که چون دیروز تستای فصل 6 رو زدم، اگه اشتباه نکنم امروز خیلی مسئله برام راحت‌تر. برو بریم فصل 4 رو بچه ها داریم. تا به یه جایی برسیم میخوام از فصل یکم بیام جلو. یک و دو و سه هم انشالله میپرسم. زهرا جواب بده. به من بگو هسته تن چیه؟ خب هسته تن مجموعه ای از مولکول دی ان آ که حدود دو دور در اطراف حدود دو و نیم دور در اطراف مولکول هشت مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده شد. باریکلا. کیمیا پاشو بیا. سلام کیمیا. سلام، صدای منو داریم؟ سلام گلدختر. کیمیا انگار شما مدرسه نرفتی. شما در مدرسه حدیث مدرسه بود. سری حدیث من حدیث رو نمیبینم خیلی. حدیث تو چتر نمیبینمت. خوبی؟ حدیث خوبه؟ حدیث اسمش رو نمیبینم. حدیث دستتو بالا کن ببینمت. حدیث آقایی. حدیث هم فکر کنم با بچه هم مدرسه هست. خیلی خوب. کیمیا آمده. سوال میخوام بپرسم. کیمیا کروماتید چیست؟ کروماتین کروماتید یا تا بیارمش ای آخریو ده آخرشه ای کروماتید. آها یه همو فهمینه. آها خب ها یادم اومد. کروماتید در واقع فانتنیه که در واقع وقتی که فانتن مضاعف شده ما داریم که یعنی در واقع دو تا فانتن یا حالا مضاعف شده هست، به هر کدوم از این قسمت های فانتن یعنی به هر یک قسمتش میگیم کروماتید. باریکلا. پس عزیزای من چند تا واژه میخوام امروز شما بیاد بگیرید بسته برای امروزتون. شما بدون دی ان آ چیه؟ یک. دو. هیستون چیه؟ سه. نوکلئوزوم یا اسمش هم یادم رفت، فارسیش یادم نمونه. نوکلئوزوم یا هسته تن با پوکن. هسته تن یا نوکلئوزوم. پس چی میخوام امروز دخترم بدونه؟ شما امروز خونه باید فامتن، فامینه، هسته تن، هیستون، کروماتید. پنج تا واژه. جلسه دیگه همینو میخوام به اضافه بقیه گفتار یک در حد کتاب خیلی ساده میپرسن که بدونم خوندی یا نه. به من بگین زهرا جان کروماتید های خواهری چی هستن؟ خب کروماتید های خواهری کروماتید کلن کروموزومی هست که کروموزوم هست که مضاعف شدن و خب کروماتید های خواهری در محلی به نام سانترومه به هم متصل میشن. باریکلا. یه بار دیگه منم بگم. ببینیم گفتیم وقتی در واقع سلولی میخواد وارد پروسه تقسیم بشه، وقتی میخواد تقسیم بشه باید دی ان آش رو زیاد کنه. باید دی ان آش رو چه کار کنه؟ این واژه رو اگه تو کتاب دیدین اینها ماده وراثتی. ببین ماده وراثتی باید چه کار کنه؟ زیاد بشه. کتاب میگه رشته های فامینه دو برابر بشن پیش از تقسیم یاخته. در واقع همون مولکول های دی ان آ باید دو برابر بشن. برای اینکه دو برابر بشن بالا نشون دادم نگاه کن باید همانند سازی کنن. کتاب نگفته. خیلی فرایند مفصل و پیچیده ایه. یعنی از یه دونه مولکول دی ان آ بچه ها ببین دو تا مولکول دی ان آ ایجاد بشه. حالا وقتی که دو تا مولکول دی ان آ ایجاد بشن در محلی به نام سانترومر ایجاد. اینجوری نیست که هر کی به حال خودش بای بای ما ساخته شدیم هر کسی خودش نخود هر کی رود خانه خود نیست. این دوتا مولکول دی ان آ توسط سانترومر به هم متصلن. حالا وقتی که فشرده میشن یعنی پروتئین های هیستون هم به این مجموعه اضافه میشود، به هر کدوم به هر بخش از این مولکول کروموزوم مضاعف شده میگن کروماتید. و این دوتا کروماتیدی که توسط یک سانترومر به هم متصل شدن بهشون میگوییم کروماتید های خواهری. کسی هست تا اینجا رو که گفتیم نفهمیده باشه؟ تو چت به من بگی. من خسته نیستم زهرا. زهرا نمیگه کلاس تموم بشه. میگه خانم خسته نباشه. یعنی بار دست خدا خستمون شد. وقتی شما میگین خسته نباشین یعنی ما خستمونه. خودم هم دانش آموز بودم. آمو میدونم دیگه خسته نباشین از در دقیقه مونده کلاس دانشجو هم که شدیم استاد تمام. خسته نباشی. من میگی بر دست خدا. اون کار خودش رو میکنه. خانم سلامت باشی.
قربانت قربانت. خلاصه کسی هست فهمیده باشه؟ حالا من جلسه دیگه بپرسم. زهرا شما هم شاهد. یعنی بگم کروماتید خواهری. نمراتون هنوز رد نکردم. وای به احوالتون. ببینم بلد نباشی. سال دیگه هم انشاءالله از تیما در خدمتتون هستیم. پس اینجا رو خوب یاد بگیریم. خب؟ انشاءالله. زهرا میگه عالی میایم. بسیار خوب. بسیار خوب. انشاءالله که موفق باشین. سالم باشین. ایشالا خوش اخلاق باشیم. خوش اخلاق باشیم. خودم هم همینجور خوش اخلاق باشیم. روز خوبی داشته باشیم. به این دست خدا. به این دست انشاءالله اگه باشیم. زهرا میگه به این دست خدا موفق و معید باشیم. روز خوبی داشته باشیم. ما رضای خیرتون فراموش نکنیم. خدا نگهدار.